حالا بعد چیه میمونه؟ آهنگ خوب بسازیم که اونم باز مشهد آهنگسازش خیلی خوبه. چند نفری که من دیدم واقعا کارهای شما رو گوش کردم، آهنگسازش خوب بود. کارهای شما رو گوش کردم، آهنگسازش خوب بود. کارهای شما رو گوش کردم، آهنگش خوب بود. یه کارم حتی خودم ضبط کردم، آهنگش خوب بود. میشه اینا بس اینو میبینیم که آقا پس مشکل آهنگسازم ما تو مشهد نداریم. مشکل بعدی رپر خوبه. رپر خوبم که ماشاءالله همه که اینجا هستن کارا عالیه. یعنی کارهایی که من خودم شخصا بهش گوش میکنم، من به عنوان یه مخاطب که این آهنگو شما بذارید واسه من خودم گوش میکنم. بعد میایم سر پخش. ما میبینیم آقا پخش مشکل داریم، بچه‌ها مشهد تو پخش آهنگ مشکل داره. بعد یکی هم میوزیک ویدیو. میبینیم باز تو میوزیک ویدیو هم کسی هیچ حرکتی انجام نداد. ما گفتیم آقا بیایم یه جوری رپ لرزه بچه‌ها رو ساپورت بکنن، هممون با هم یکی بشیم، بتونیم اون دو تا مانع و یه مقدار کمک از نظر سبکای جدید، استایلای جدید. مثلا نهدی میگفت که آقا ما میخونیم اسم میکنیم شبیه اون یکی ها میشه، درسته؟ شبیه همین حرف ما داشتیم میزنیم. گفتیم آقا خب این طبیعیه، چون مثلا بعضی از بچهای ما میرن آهنگای قدیمی هیپ هاپ رو گوش میکنن، مثلا شما توپاک گوش میکنیم اصولا، درسته؟ مثلا از نظر شخصی من توپاک مال 10 سال پیشه، استهم عالی آهنگاشا میدونی، ولی انقدر ما داریم به هایده، یه خارجی بیاد به هایده ما گوش کنه، هایده صداش تکه، مثلا نمیدونم یه خواننده مرد قدیمی صداشون تک بوده، درسته؟ ولی استایل الان عوض شده. طبعا اگه یه کسی که اون موقع میخونده الان هم زنده بود استایلشو عوض میکرد، میدونی؟ ما بیایم به استایلای روز دنیا پیش بریم، ببینیم چه سبکایی تو دنیا داره میره جلو، ما هم همون سبکا رو استفاده کنیم بریم جلو. چرا ما باید بیایم به سبکای قدیمی رفت کنیم؟ میدونیم بیایم از تیون استفاده کنیم، بیایم از استایلای جدید استفاده کنیم، اصلا آهنگ بخونیم بدون کورس. میدونی چه ایرادی داره؟ مثلا لرز میکس ما دیدی رپر پشت سر رپر، رپر پشت سر رپر. بعد اولین قاعده تو به نظر من تو رپ اینه که هیچ قاعده ای نداره. رپ خوبیش اینه که هیچ قانون و قاعده ای نداره. شما دست آزاد هر چی میخوای تو چارچوبی که بهت اجازه میدم بگی، هر آهنگی هم میخوای بسازی بسازی. اما میتونی بلوز توش بیای، میتونی راک توش بیای، میتونی متال توش بیای، نه میتونی ساز سنتی توش بیای، هیچ قاعده ای نداره. ولی این کارا تو سبکای دیگه نمیشه که شما سنتی میخونی نمیتونی که برداری بیای نمیدونم یه دونه 6 و 8 توش بیای، میدونی؟ ولی تو هیپ هاپ ما، هیپ هاپ خاصیت همه جا دنیا اینه که آقا هیچ محدودیتی نداره. الان ناکنین رپرهای مثل لووین و لوجان دارن آلبومای راک میدن بیرون، اینقدر یعنی گسترده شده که اینا اومدن آقا گفتن ما رپ رو میایم تو قالب راک میدیم بیرون. خب الان اونا دارن رو آلبوماشون کار میکنن، چرا ما نیایم رپ و راک کار کنیم؟ چرا ما نیایم پانک راک کار کنیم؟ میدونی ما ادعامون اینه که آقا ما اگه میتونستیم یکی از بهترین جامعه هیپ هاپ دنیا میشدیم. خب الان ما میتونیم، دستمون آزاده، استودیوشو که داریم، رپراش هم داریم، آهنگسازش هم که داریم، پخش هم اصلا کاری نداره، پخشش هم آب خوردنه، اونم داریم. خب چیه مشکل؟ اینه که ما اتحادیم. آقا مشکلات ما من مشکلاتو میدونم، مشکلاتو متوجه شدم. خب از زبان خود بچه‌ها با بچه‌ها تک تک صحبت کنیم، حالا جلوی هم یه بار دیگه این مشکلاتو بگیم که ببینیم به چه صورته. شما اگه میخواین همه با هم کار کنین چه انتظاراتی دارین، چه انتظاراتی از شخص بنده دارین، چه انتظاراتی از همدیگه دارین. و این کار یه چیزی که با باستاگینا داشتیم صحبت میکردیم، یه چیز 50-50 احترام متقابل باید باشه. یعنی همون وقت که مثلا من به عابد عقیده و اعتقاداتش تو موزیک احترام میذارم، اونم باید به من احترام بذاره، غیر از این باشه میپاشه، اصلا نمیشه. موانعی میبینی که جلوی پیشرفت کار شما رو میگیره؟ یه سری صحبت کردیم که آقا 10-15 تا گفتم آقا دو تا آهنگ خوب بده، یه میوزیک ویدیو ست، اون هزینه‌ای که تو آهنگ می‌کنی رو به استودیو رو می‌کنی، بیا خرج میوزیک ویدیو بکن. به غیر از اون چه موانعی این آقا چیکار بکنه که بهتر بشه؟ من فکر می‌کنم بین ما یه طرز فکر اشتباه است، اونم همینی که شما میگید، این که کارا پشت سر هم بیاد بیرون و فقط خودمون رو دور و بریامون گوش کنیم، درست تو ماشینای خودمون و رفیقمون اینا گوش کنیم، در صورتی که خب این از کلا ریشه اشتباه همین فاصله بین رپرها تو مشهده. چون جالب میونه کلامت، من مثلا گفتم آقا فلانی رو میشناسی، فلان کس گفت نه دیدنی شما بود، در صورتی که همه هم قوی هم. مثلا تو تهران شما همه همدیگر رو میشناسن، من حالا ما هم اصلا سنمی با هم هم نداریم، شاید اصلا دیگه
من تا حالا یه رپر رو ندیده باشم ولی همدیگر رو میشناسیم حداقل. چیزا هم هستش که مثلا من آقا عابد و مهدی رو تو این جمع میشناسم، بقیه دوستان افتخار آشناییشون رو نداشت. یک سری کارا هست که مکملا با هم میتونم خیلی، مثلا من شاید تنها با یک کس دیگه یه کاری ببندم که زیاد به چش نیاد، ولی شاید مثلا با این آقا اون کار زمین تا آسمون فرق کنه. همین آشنایی باعث میشه که مکملای بهتر برای هم پیدا شن. 100 درصد. دلیل نیست که همه با هم فیت بدن، ولی میشه از تو این جمع چند تا پیدا کرد که کاراشون در کنار هم یه کار قوی بشه. یه کاری بشه که من تنهایی از خودم بر نمیاد بکنم، ولی با کمک ایشون میتونم اون کارو خیلی ارتقا بدم. دقیقاً. این همین آشنایی باعث میشه که روند کارا کم کم رو به رشد باشه و بره بالا. بچه‌ها از اون هر کی خلاص روز آخره دیگه، ما اومدیم دو روز مشهد بمونیم، یک هفته شد. بعد خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. بابا من بچه‌های مشهد در بهترین حد امکان بالا به ما خلاصه اون معروف در خدمت ما بودن و ما هم در خدمت اونا بودیم. الان که داریم سمت فرودگاه، ساعت 4 رو پرواز داریم، امیدوارم برسیم. ساعت 3:30 بچه ها رفتن، هنوز بلیط همون رو نگرفت، رفتن بلیط ها رو بگیرن، انشالله که برسیم. مسیر حرکات خیلی بزرگ و خوب برگشت بچه ها از مشهد به سمت تهران. سن خوش گذشت میشد یا نه؟ عالی بود مشهد. استرس نیست؟ آها این سیره ما هم بیدیم که دیگه بیشتر داریم. علی مثلا چی جوری بود علی؟ تهران شده که همین چی ردیف سعید سالم برسید. هاو پیمویا مرسی سلام سوستان چند بس؟ تهران نگاه کنسن را سیشی چون ها ازید محسن تهران میاد استقاط رو تو به هاتون میگردن اون برم ما نگرم از چه ها دارم ودا میکنن میگه با چند میگه تو بازم میان من باید دیگه دانشگاه بشه این لحظه بسن هست کنم شراب نه تو برم میان ولی رو خواهش میکنم. بله بله همه بچه هر چون نه نه همه چون همه چون کشکی همه چون کشکی همه بگید در بلم که خواهش میکنم صد همه مستقیم بازم در بلم که همه بابا بابا همه صحبت از ما رفت کچی که آمدم از رو اکباتا هم رد شدیم رفاسه نشستم یه که بشینه الان گیم اوور میشیم. آفرین آفرین نشسته نشست و دمش که موقع خدمان خیلی شیک نشست خوشمون اومد شد. ها به ما خرید خریدیم تو فهمیدی قیمت ما چیه؟ بازم آفرین.